امشب دور هم جمع شدیم با دوستان، همه کسانی که واقعا یک به یک میدونم آقای تیمون رو دوست داشتن و خاطره داریم ازشون و کمبودشون رو حس میکنیم و بزرگ ما بودن و همینطور یکی از بزرگان هنر ما در ایران بودن و در جهان. مثل این میمونه که پدر هنرین رو از دست داد و امشب دور هم جمع شدیم با دوستانی که یک به یک اینجا اومدن از راه دور، آقای ابلاغی، آقای صدقدار هستن، آقای ماهیچی هستن، همینطور یک به همه دوستان که میدونم همه تو دلشون برای آقای زیدان دعا میکنن و دونشون شاد. افتخار جامعه هنری ایران بودن و هستن. آقای ابراری، شما خاطره ای صحبتی هست؟ من خاطره کردم بتونم حاضر داشته باشم. خاطره زیادی به خاطر اینکه شما سالها تشریف داشتن اینجا در خدمتتون بودم. خاطره به خصوص سر جاشون خالی واقعا. همیشه احساس میشه جاشون خالی اینجا. بله. آقای ماهیچی؟ شرف دست هم هستیم. ولی آقای سیحون هم جاشون خالیه، ولی تمام آثارشون، تابلوهاشون، همه اینایی که دوربر ما هستن، بخش از وجودشون هستن که دوربر ما هستن و ما حرف میزنن و در کنار ما هستن. بله، همونطوری که گفتین از تابلوهای کارهای بسیار زیباشون که هدیه کردن به خانم بختیاری الان اینجا داریم میبینیم. خب ناهید خانم، یادتون هست که آقای ملک سیحون چقدر از صدای شما خوششون میامد و امشب شما باید به خاطر بغض گلو میگرفته روح ایشون حتما از همون ترانه هایی که برای ایشون میخوندین بخونید بعد از شام. انشالله شام فقط سرد نشید، جاشون خیلی خالیه. خانم ابراری شما. منم واقعا هر وقتی از جلوی خونه شون الان رد میشم تو خیابون 21 پایندران، اینقدر جاشون خالیه، اینقدر جاشون خالیه، اینقدر ناراحت میشم که اصلا نمیدونم چیکار. واقعا روحشون شاد. عرض کنم که شما در جامعه فرهنگی زنان ایران ونکوور برنامه‌های متعددی داشتین که همه موفق بوده واقعا و تو تمام برنامه‌هاتون آقای مهندس سیحون شرکت داشتن و در واقع به نوعی از شما از ایشون تقدیر می‌کردید و به نوعی بزرگ داشت برای ایشون بود. واقعا همینطوره، هر سال اول هر سال. همه آقای سیحون بودن در برنامه ما، خیلی افتخار می‌دادن واقعا می‌مدن با وجودشون. همیشه از من میپرسیدن که این برنامه تون امسال چیه؟ کیو دارین میارین؟ همیشه باید با خدا همیشه باید باشون مشورت میکردم کیو امسال قرار بیارین؟ این خوب بود؟ یکی از برنامه که خیلی لذت بردن برنامه پارسالمون بود با خانم سپیده رئیس سادا. گفتن اینقدر لذت بردن، لذت بهترین برنامه بود که تو عمرم رفته بودم. اینقدر خوششون اومده بود. برای اینکه از صدای خانم سپیده سادا خیلی خوش خیلی گفت اصلا برنامه تون عالی بود، عالی بود. خانم عالی بود. گفت خانم عالی بود. اون سالی هم که خانم فخری خوروش رو آورده بودید که چون نسبت هم باشون دارند، شوهر آقای شیبانی، پسر خاله آقای سیحون بودن و اینا، آقای سیحون بهشون چیز کرد، دعوت کرده بودن و خانم خوروش بودن. اون سال هم خیلی برنامه خوب خلاصه همیشه دستی داشتن در برنامه های ما بر حال روحشون شاد، روحشون حاضر همه جا هست و ایشون در قلب همه ایرانی ها زنده و جاوید هستند. واقعا کاش دیگه بشه جلسه خیلی بزرگی برایشون.
خب خانم بختیاری دستتون درد نکنه واقعا. فقط یک گره همایی دوستان بود که با هم یک یادی کنیم و روحشون شاد باشه و هم خوشحالم که همه اومدیم. مرسی دیگه همه کمک کردیم. محمود آقا شما صحبتی دارید؟ حالا ما که خب همیشه ارادت داشتیم نسبت به آقای سیهون بهترین خاطراتی که با آقای سیهون داریم شرکت ایشون در نمایشگاه نقاشی بود که ما در کنارشون همیشه لذت می‌بردیم و تمام یک چیزی رو من همیشه یادم هست، اون کارنامه‌های هنری بچه‌ها رو آقای سیهون امضا می‌کردن می‌دادن و ایشون خیلی جاش خالی هستش در نمایشگاه بعدی هست. بله خیلی براش سخت تمرین کردم، دوست بودیم با ایشون، خودش به خودش یاد داد که غیر رو بگیره. الان این احساس من دارم که با پدرم از دست دادم کاپوچینو کی برام درست کرد که روشون شاد بشه. بهمن خان آخرین باری هم دیگه هم بودم کم هم فرستم ولی در حال یاد ایشون همیشه بود. در حال بیشتر مهمونی های همیشه منزل شما بود و خانم بختیاری واقعا همیشه زحمت میکشیدن و اینجا محفل در واقع هنرمندان بود که همیشه آقای من سیهون هم حضور داشتن و سیهون همیشه دوست داشتن و نمایشگاه رو بگیری میکردن و جوایز به صدا هنرجوها رو دادن که خیلی مشوق بود و خیلی کار بزرگ بود از حرفیشون با توجه به وضعیت که داشتن، ولی همیشه این کار انجام میدادن با علاقه. برای من خیلی جالب بود این نظر شخصیتی و تحسین انگیز بود. افرا رو چقدر تشویق میکردنشون، مخصوصا تو نمایشگاهی که افرا با مامانشون یک نمایش مشترک داشتن که من آقای مال سیبون وقتی آوردم اونجا، ایشون خیلی خوششون آمد از کارهای افرا. بله خیلی تشویق میکردم افرا رو، خیلی فکر کردم که فرح میبرم که افرا عمل کنه به دستور عمل انشالله.